زمان دوستان ده تا عبارت کاربردی میخوایم با کلمه لپق در واقع کار بکنیم امروز که بسیار بسیار مهمه و تو مکانواتون بهتون قاید میکنه که در سطح بالاتری و پیشرفته تری صحبت میکنید اولین کلمه یا عبارتی که میشه با پخصا پان پخ از پان پخ خود پخ و شبنه یه سهم و قسمت و اینا هست اما پان پخ یعنی پختیسیپی اکیه که شد یعنی در چیزی شرکت کردن Assalam. Je ne veux pas prendre part à cette discussion. Je ne veux pas prendre part à cette discussion. Et Je ne veux pas prendre part à cette discussion. Tout le monde a pris part à la célébration. Tout le monde a pris part à la célébration. Et Fijaj, qui a introduit tout le monde a pris part à la célébration. پران پر آه یعنی در چیزی اه, در واقع شکر کرده بخصوص در یک کار بروهی پران پر آه همون پرتصیب به آه هست دقیقا. دوره دو. دوره پر دو عبارت دیگه یعنی از طرف یعنی اونم دو گرکن دوتر. اونم دو گرکن دوتر. یعنی به نام یک کسی دیگه.

اوتون یعنی این یعنی یک یه کادو از طرف خانواده من برای تولد تو واسی یعنی این هم آن کادو یک کادو دو دو از طرف ما فامی خانواده من برای تولد تو با هر از این صدا بچا سکن یه جمله دی هم که اینجا نگفتیم رو توی کامنت رو برام بنویسید اپارسا که معادل پقایی یا اندوگ دو, دو, آن دو, دو به معنی چیه؟ به معنی بجز این جدا از این به غیر از این ما یه توضیح بدیم میگیم اپقسا اپقسا یعنی بجز این اپقسا ست پروتو جدا از این نسبتا خوب بود بکن که مثلا رفتید یه خب پرسنت خیلی اخلاقشون خوب نبود میگیم ست پروتو بیان یعنی بجز این که حالا پرسنت اخلاقشون خوب نبود اما غذا و همه چیز عالی بود اپرسا ست پلوتو بیان ایل ای پرسو اپرسا ایل ای تخیز انتلیجان ایل ای پرسو اپرسا ایل ای تخیز انتلیجان تنبله اما بغیر از این تنبلیش یعنی اگه این تنبلیش رو در نظر نگیریم خیلی آدم با حوشی ایل ای تخیز انتلیجان ایل ای پرسو اپرسا ایل ا ای انتلیجان پس اپرسا یعنی بغیر زیم. جدا از این فر پر دو فر پر دو یعنی انونسه که کشوز یعنی چیزی را اعلام کردن و تو یک خبری رو بری از فر پر دو سباره میکنیم مثلا نو بولون فر پر دو را نسانس دو نتر بیبی بی. نو فر پر دو را نسانس دو نتر ببه یعنی ما میخواییم تولاد نوزادمون رو اعلام کنیم بکن که توی خانواده ای توی فامیلی شما باید اعلام کنه که آره ما در واقع بچه هم به دنیا اومد خدا یه جشن بگیم همه تون دعوت کنیم بگیم نوولو سرپا دولنسانس تو نوت ببه و خیلی جای هم وقتی میخواید یک چیزی رو اعلام بکنید میتونید از دو استفاده کنید یا مثلا این نوزفه پا دسان انتونسیون دسان مریه لنه پوشه این نوزفه دو یعنی چی یعنی به ما اطلاع داد درباره چی سون انتونسیون یعنی قصدش انتونسیون یعنی قصد دو سومقیه که ازدواج کنه لن پروشن سال بعد او از قصدش برای ازدواج در سال آینده به ما خبر داد این نوزفه با این نو اینجا این وسط کار میکنه اینجا یعنی به ما خبر داد این نوزفه با یعنی به ما خبر داد از قصدش دوستان انتونسیون دوستو مقیه لنه پشه اچه انتانسیان به بنده قصد خب قصد انجام کار رو دارید یه ویدیو مفصل در مادش درسته و کلی مثال با این انتانسیان. حتما نگیش رو میذارم که ببینید دو توت پا. دو توت پاق پا. یعنی از همه طرف دو طول کتا میتونیم بگیم دو پختو هم میتونیم بگیم دو توت پر دو توت پاق باشه پاق مؤنس ها یعنی از همه طرف مثلا لژان سپرسی پیته دو تود پر لیجان دو مردم از همه جا اوجون می آوردن بکنید هیوستان می گفتن که این فروشگاه روبه به پرنگه شد مثلا به جای پنجه هزار هم میده ده هزار تومن خب همه اوجون که از این تحفیق استفاده ببنن اداشت کنید لیجان سپرسی فقط تو مغازه همه جا میتون یعنی از همه طرف لو بروی دو توت پار یه مثال دیگه لو بروی دو یعنی صدا از, طرف، از همه طرف می اومد از هر جا که بای صدا بودیم صدا رو می شنیدی لو بروی ونه دو دو توت پار پار دو پار بسیار بسیار کنکتور یا کلمه مثلا میگم ربطیه خیلی مهم و پرکار برده توی هم نوشتاری هم مکالمه یعنی از یک طرف از طرف دیگه دونپر بار دو میگه یوتیلیزه بو انتردویر دو زسبه دیفران دون کسیون. یعنی از این استنام استفاده میکنیم برای معرفی دو جنبه مختلف و از یک مسئله حالا یعنی چی؟ مثلا هم خواهیم که دونپر پر جسی کندان بر تو دو تا پر جسی انکه بر تو نبنیم از یک طرف برات خوشحالم که کار پیدا کردی ولی از طرف دیگه برای آیندت نگرانم چون ممکن این کار کار خوبی نباشه یا درآمدی برات نداشته باشه دون پر جو سی کنتا پر یعنی از طرف دیگه جو سی انکیت پر اونیر اونیر اونیغ یعنی آینده لبونیغ مزکره اسم مزکره اتر اپر اتر اپار یعنی اتر دیفرا یا دیستنکت دزد انچی یعنی متفاوت بودن از سایرین متمایز بودن از سایرین وقتی شما از بقیه فرق میکنه حالا هم میتونه جمعه مثبت باشه هم جمعه منفی مثلا میگیم ایل اپق دان کلاس ایل اپق دان کلاس اون تو کلاس با بقیه فرق داره مثلا میخوام میگیم که خیلی آدم باهوش و درس اصلا مثلا فرق میکنه با بچهای دیگه میگیم ایل اپق دان کلاس ایل دان کلاس اس اتر اپار یعنی متفاوت بودن اپرانتیر اپرانتیر یا کمپلیتوان انتیر ما یعنی به طور کامل و میتونیم با صفت ها و اسم ها همه منده تمام ایار استفاده کنیم مثلا سدن اختیس اختیست اپرانتیر سدن اختیست اپرانتیر یعنی منرمند کامل تمام ایاره برای سمیم از هر انگوشش یه هنری میاد امونه دیگه سدن اختیست سدن

مثلا il attrape toujours la part du lion des Il attrape toujours la part du lion اون همیشه بیشترین سهم از پیتزا برمیداره فکر که شما پیتزا می‌خواید میاد می خونه یا تو شرکت جایی اون آقا میاد چیکار بیشتری بیشترین سهمو خودش برمی‌داره مثلا دو چهارمو برمی‌دونه دو سه بر میگن می part یعنی سهم بزرگتر از یک چیزی رو یا part du توی شرکت ها مثلا حالا این آقا مثلا بیشتر سه ماه از سوپ این شرکت میبره واسه اینکه لا پارت دو لیون ایل اتراپ گرفتن آپیدن خب آپیدن ایل اتراپ تو جور لا پارت دو لیون د ایتزا خب اون که این ده تا اصطلاح و عبارتی که با کلمه لا پارت درست کردیم که صد در صد در تو میخوره البته و بتونید استفاده کنید و باهاش جمله سازی بکنید فقط خودتون محدود به جمله های من بچا نکنید من که اینجا هم شما کامنت ها برام بنویسید که آیا این جمله که من خودم با این عبارت با این اصطلاح گفتم درسته یا غلطه و من بفرستید این خودش یک شیوه ای بچا درس خوندن هستش برای شما اگر میخواهید زبان سو کنید این شکلیه یعنی یک کلمه یاد میگیری و 10 تا کلمه هم در کنارش یاد بگیرید اینجوری دوام لغت به شکل انفجاری و تساعدی دو پسان کرسانت میره بالا و شما هر چی دامنه لغتت بهتر باشه هم اکوتت خوب میشه و هم صحبت کردنت عالی میشه ببخشید که کمی هم سلام گرفته بود و گفتن که ویدیو حتما براتون درست بکنم میتونه ویدیو رو چند بار دیگه نگاه بکنی و برای که بیشتر جا بیفته. جو بدیم مرسی